سازمان بین المللی غیر دولتی دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل اتحادیه اروپا را تشویق نمودند تا از هند بخواهد به نقض حقوق بشر در رابطه با مسلمانان این کشور پایان دهد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. سازمان بین المللی غیر دولتی دیدبان حقوق بشر HRW و سازمان عفو بین الملل در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه پیش از گفتگوی نهادهای حقوق بشری اتحادیه اروپا با هند منتشر شد، خواستار آن شدند که اتحادیه اروپا از دولت هند بخواهد که به نقض حقوق بشر در مورد مسلمانان این کشور پایان دهد. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل همراه با سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز، کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و شورای سراسری مسیحیت از اتحادیه اروپا خواستند تا با نظارت عمومی از سیاست مسئولیت پذیری هند اطمینان حاصل کنند. این بیانیه شامل مجموعی از توصیه های اولویت دار برای اتحادیه اروپا به منظور ترغیب دولت هند به منظور پرهیز از نقض حقوق بشر در رابطه با مسلمانان این کشور است. این توصیه ها شامل درخواست برای آزادی فوری همه مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مسلمان بازداشت شده به صورت خودسرانه و لغو یا اصلاح قوانین سرکوبگرانه مورد استفاده برای هدف قرار دادن اقلیت‌ها و مسلمانان و ساکت کردن مخالفان می باشد. همچنین جلوگیری از سوء استفاده دولت هند نسبت به قوانین تأمین مالی خارجی برای هدف قرار دادن سازمان‌های غیر دولتی در این توصیه‌ها گنجانده شده است. در این بیانیه از اتحادیه اروپا خواسته شده که دولت هند را تحت فشار قرار دهد تا علناً افراد مسئول در حملات به اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان را محاکمه و محکوم کند و اقدامات قاطعی برای بازدارندگی دولت‌های ایالتی از اجرای مجازات خودسرانه و دست جمعی علیه جوامع اقلیت انجام دهد. علاوه بر آن از اعطای دسترسی به همه کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد و مکانیزم‌های نظارت بین المللی حقوق بشر از جمله در جامو و کشمیر را حمایت نماید. این بیانیه به تبعیض‌هایی که جوامع اقلیت در هند در دهه‌ای که نخست وزیر نارندرا مودی و حزب بهاراتیا جاناتا روی کار آمدند پرداخته است. این سازمان‌ها با انتقاد از قوانینی که دولت مودی وضع کرده است، خشونت‌هایی را که گروه‌های اقلیت به ویژه مسلمانان از طریق سیاست‌های تبعیض‌آمیز سیستماتیک در معرض آن قرار گرفتند، محکوم کردند. نگرانی ویژه دیگر محرومیت پناهجویان مسلمان از دریافت امتیاز شهروندی است که پس از اصلاح قانون شهروندی و فقدان روند قانونی به دولت‌های ایالتی اجازه می‌دهد علیه مسلمانان تبعیض قائل شوند. این بیانیه مشترک با محکوم کردن اظهارات مودی و دیگر رهبران حزب بهاراتیا جاناتا به عنوان تحریک خصومت و خشونت علیه گروه‌های به حاشیه رانده شده خاطرنشان کرد که چنین سخنرانی‌هایی سوء استفاده علیه مسلمانان، مسیحیان و دیگران را عادی نموده است. بیانیه یاد شده با اشاره به گسترش اختیارات داده شده به پلیس از طریق قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اصلاحات قوانین فناوری اطلاعات ابراز نگرانی می‌کند که چنین قوانینی برای نقض حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها، اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌شود و محاکمه عادلانه آزادی رسانه‌ها، حقوق حریم خصوصی و آزادی بیان آنلاین را به طور جدی تضعیف می‌کند. این گزارش به تأثیر نامتناسب سیاست‌های محدودکننده اینترنت بر جوامع فقیر متکی به اقدامات حمایت اجتماعی دولت نیز اشاره دارد. در سفر سال گذشته مودی به ایالات متحده در برابر نگرانی‌های مطرح شده توسط گروه‌های حقوق بشری وی گفت مطلقاً هیچ فضایی برای تبعیض در هند به جهت عقیده، مذهب و جنسیت وجود ندارد. هند گزارش انتقادی حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده
در مورد این کشور را رد کرده و آن را عمیقاً مغرضانه و منعکس کننده درک بسیار ضعیف از هند خوانده است. پیش از انتخابات 2024 هند، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از این کشور خواستند که تعهدات حقوق بشری خود را به طور کامل با برگرداندن اصول اولیه یه رعایت حقوق بشر و حل نگرانی‌های مکرر ناشی از مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل به اجرا درآورد. از غلام حسین جلوانی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از واشنگتن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جلوانی سلام و عرض ادب. آقای جلوانی، به نظر شما تا چه حد فشارهای سازمانهای حقوق بشری در تغییر رفتار دولت هند به ویژه در مورد مسلمانان مؤثره؟ بفرمایید. با سلام و درود، در هر دو بخش نظری و تکنولوژی به برودکاستینگ و ارتباطات و مخابرات اعتقاد عمیق داشتم و دوشم در هر دو هم کار کردم در هر دو زمین. اینطوری میتونم به عرض برسونم که این چند بخش میتونه داشته باشه. اول ما باید این بخش ها را تفکیک بکنیم و اصلی و فرعی بکنیم. ما اینجا در این رابطه چهار تا عنصر اصلی رو میبینیم. یکی فعالین حقوق بشره که مؤسسات و مراکزی دارن، یکی حکومت هایی که ما میخوام به ما پارسکو باشن، و یکی هم ما کسایی که باید برن و ببینیم که به طور مستقیم اونهایی که تحت ستم قرار گرفتن، این ستمی که بوده به طور تاریخی بوده و نوسانات داشت. الان در زمان آقای مودی اینطور که اخبار میرسه و در گذشتن بوده به مسلمان ها فشارهای زیادی اومده و ایشون مثل اینکه فقط خودشون به اون دین خودشون که میدونین هندو هستن میخوان ارجحیت بدن و یه حالتی از حکومت دینی دارن اجرا میکنن تا اونجایی که میتونن. البته خب به خاطر تبلیغاتی که وجود داره الان دنیای آزاد اطلاعات هر کاری دلشون بخواد نمیتونن بکنن، ولی بالاخره یه کارهایی یه قوانینی رو میگذارن، یه فشارهایی میارن و به طور ولی این به طور مستقیم و غیر مستقیم به کل جامعه بشری و به جامعه هند و حتی به منطقه اثر خواهد داشت و ما مسئولیت داریم که این مسئله رو دنبال بکنیم. برای همین ما باید یه شناخت دقیق کارشناسانه داشته باشیم از وقایع که واقعا بدونیم با استدلال و با مدرک باشه، از شرایط هر منطقه ای که اتفاقاتی که میفته، چون که میدونیم زور و سرنیزه و اعمال تجاوز به حقوق انسانی این بالقوه در انسان وجود داره و جاهای مختلف هم اتفاق میفته و این الان گزارش هایی شده، یعنی به مسائل زیادی بوده. ما باید اول مردم اون منطقه تا اونجا که میتونیم باشون ارتباط داشته باشیم. ارتباط ها خیلی مهمه، بعد آگاهی و اطلاعات و اینکه اینها بتونن به طوری فردی و اجتماعی با هم دیگه در تماس باشن، تماس ایجاد کنیم بین اینها و بین جوامع چی مؤسسات و مراکزی که فعال حقوق بشری هستن، مثل همین سازمان عفو بین الملل و غیره، تا بتونن بازرسی هایی داشته باشن و امکاناتی اینها رو در نظر بررسی کنن، ببینن اگر اینها امکانات لوجستیکی نیاز دارن و اینها تو اونجا که میتونه رفع بشه این کمبودها. البته باید توان دولت هند را باید ببینیم که هندی کشور خیلی بزرگیه، آیا اینها واقعا اون چیزهایی که اختصاص میدن، اون بودجه‌ای که اختصاص میدن، چون مسئله بیشتر اینش اقتصادیه و اعتقادی. خب یه مقدار اعتقاد چه که باید اینها اگه ادعاهای سکولاریسم حکومتی میکنن این باید اینو نشون بدن، حالا ما باید بهشون با استدلال جاهایی که نقد میشه اینها باید مجامع بین‌المللی اینو بزرگ نمایی بکنن. ولی ناتوانی های حکومت هند هم که با اداره اون جامعه فقیر اون هم باید در نظر بگیریم و
واقعا باید یک نگاه کارشناس داشته باشیم و روش کار بشه ملازم کنیم. و یک مسئله دیگه این هست که ما نباید فقط بگیم مسلمان، باید تمام عقاید، تمام عقاید اگه میخوان که چیز تمام کسایی دیگه هم که هستن تحت فشار بودن اونا ما رو سپورت بکنن، اونا ما رو حمایت میکنن، بدون تمام عقاید. برای همین که برای اینکه اینها فقط اومدن الان هندی ها رو گذاشتن در برابر این جایی، ما باید بگیم مسیحیان هم نمیدونم اگه یهودی هست، بله، اگه زرتشتی هست، اگه هر کسی از اونجا واقعا مورد تضییع قرار گرفته باید این حقوقش باید مورد سوال قرار بگیره که آیا حکومت با قوانینش رو با اینها ادب کرده، بر اساس اینها داره اجرا میکنه یا نه. اگه که من نمیدونم، وقت من تموم نشده، من بازم بله تشکر میکنم از شما آقای جلوانی، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از غلام حسین جلوانی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از واشنگتن که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.